دوستان عزیز و گرامی، درود فراوان بر شما. کوروش فانی هستم و قسمتی دیگر از سری برنامه های کنش و اندیشه رو خدمتون ارائه میدم. همونطوری که عنوان این برنامه نشون میده، ما یک سری مباحث رو خواهیم داشت در مورد مسائل نظری که سلسله مباحث جامعه و ضد جامعه از جمله اونها هست، و بحث دیگری رو هم یا یک سری بحث‌های دیگر رو هم داریم در رابطه با موضوعاتی که به کنشگری مرتبط هست. من قبلا هم خدمتتون گفته بودم که در معرفی سازمان خودرهاگران که ما یک تشکلی هستیم که باور داره به رابطه متقابل بین اندیشه ورزی و کنشگری، و اینکه هر کدوم از اینها اگر قرار باشه به تنهایی مورد نظر قرار بگیره، نمیتونه دستاورد تاثیرگذاری در جامعه داشته باشه، و بنابراین باید هم فکر بکنیم، مطالعه بکنیم، پژوهش بکنیم، و همین که دست به عمل بزنیم و حرکت بکنیم، و به این ترتیب کنش و اندیشه رو یا فکر و عمل رو با همدیگه ترکیب بکنیم تا به یک نتیجه خوبی برسیم. به همین دلیلی که مایل هستم بحثی رو بعد از چند برنامه که به مباحث نظری اختصاص داشت آغاز بکنم، در مورد مسئله شرایط سال 1390 و سرنوشت جنبش آزادی خواهی که مردم ایران سالهای سال به دنبال اون هستن و هر کدوم به سهم خودشون اون بخشی که تلاشگر هستش در این زمینه سعی کرده که اون رو به یک جایی برسونه. برای اینکه موضوع مشخصی رو بتونیم دنبال بکنیم، بد نیست موضوع عادتها رو مورد بحث قرار بدیم در چارچوب مبارزه اجتماعی یا سیاسی، و به طور کلی مبحث عادتها و عادت کردن در درون جنبش آزادی خواهی. ببینیم که چگونه هستش که پدیده‌ای به اسم عادت میتونه سبب بشه که ما به عنوان فعال جنبش آزادی خواهی در واقع فعال نباشیم و فقط اینطور تصور بکنیم که داریم فعالیت میکنیم. برای منظور میتونیم یک مبحثی رو باز بکنیم که بیشتر البته وجه روانشناختی داره و در روانشناسی مورد بحث قرار میگیره، اما در جامعه شناسی نیز به اون بیتوجه نیستن، و بنابراین بد نیست که این دو رو با هم ترکیب بکنیم تا حدی، و ببینیم که از توش چه بیرون میاد به عنوان روشنگری در مورد این مبحث عادت‌ها. اینطور به نظر میرسه که ذهن انسان‌ها به صورت عمومی گرایش داره به سمت اینکه بتونه با استفاده از اونچه که یک بار به دست میاره، دفعات بعدی رو که با مواردی مشابه روبرو میشه از داده‌های ذهنی به دست آمده از اون مورد اول استفاده بکنه. این یکی از دلایل شاید این هستش که فکر کردن که به نظر میرسه کار همه ما انسان ها باشه، هممون داریم فکر میکنیم دائم راجع به موضوعات مختلف، اما واقعیت اینه که فکر کردن کار بسیار دشواری است، و در این برنامه ها فکر میکنم گفته باشم یک نقل قولی رو از فیلسوف آلمانی شوپنهاور که ذکر میکنه دشوارترین کار انسان، سختترین کاری که انسان میتونه انجام بده فکر کردن. بنابراین اندیشیدن کار آسونی نیستش، و لذا انسان ها بیشتر گرایش دارن که بر اساس اون چیزی که در ذهنشون جا افتاده و بی نیازشون میکنه از اینکه فکر بکنن، برن و عمل بکنن. مثلا ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم دیگه در مورد اینکه الان چه کار باید بکنیم فکر نمی کنیم. میدونیم که باید بریم دست و رومون رو بشوریم، نمیدونم
یه صبحانهی بخوریم و مسائلی از این دست. یعنی یک سری از کارهاست که به خاطر اینکه قبلا راجبش فکر شده و شک گرفته و امتحانم پس داده به نوعی، دیگه در موردش نیاز به فکر کردن نیست و اینها رو ما به صورت خودکار انجام میدیم. و همین امرم سبب میشه که یه مقداری زندگی آسان‌تر بشه. یعنی احساس میکنیم که با فکر نکردن و عمل کردن بر اساس اون چیزی که قبلا بهش باور آوردیم و به نوعی امتحان کردیمش، همون کافیه برای اینکه بتونیم پیش بریم در زندگیمون و دیگه نیازی نداریم به اینکه حالا بخوایم فکر کنیم آه خب من از خواب بیدار شدم چیکار باید بکنم. نه، میدونیم میرم سر کار، یه سری عادت هاست که انجام میدم، یه سری کار هاست که انجام میدم، دیگه فکر نمی کنم در مورد اینکه الان باید چیکار بکنم. پس میبینیم که مکانیزم هایی که سبب شکل‌گیری عادت میشه از این نظر مورد توجه ما قرار میگیره و به اصطلاح بهش توجه میکنیم و استفاده میکنیم ازش که ما راحت میکنه، کار روزمره ما رو آسون میکنه و بنابراین دیگه میدونیم باید چه کار بکنیم و عادت کردیم اصطلاحا میگن و به این ترتیب عمل میکنیم. پس میبینیم که عادت، ضمن این که میشه هزار و یک انتقاد و بدی در موردش ذکر کرد، یه خوبی هم داره و اون نستش که کار آدم رو راحت میکنه، انسان رو از اندیشیدن و درگیر کردن ذهن خودش با موضوعات مختلف معاف میکنه و به همین خاطره که این گرایش وجود داره در انسان به سمت اینکه از عادتها پیروی بکنه و اونها رو دنبال بکنه. یک جنبه‌ای هم باز ذکر میکنن و اون بیشتر زیست شناسان هستن که روی این تاکید دارن که زمانی که شما یک کار رو انجام دادید و اون کار به خیر و خوشی گذشته و دردسری براتون ایجاب نکرده، خود به خود منفعت خودتون رو، سلامت خودتون رو در این میبینید که بازم همونجوری عمل بکنید که قبلا عمل کردید و براتون دردسری هم نداشته. به همین خاطر که عادت یک جنبه کارکردی هم داره، یعنی علاوه بر اینکه ما رو از استفاده کردن از مغزمون که کار دشواریه معاف میکنه، در این حال یه سودی هم داره برامون و اونی که ظاهرا اگر بر اساس عادت عمل بکنیم، همونطوری که قبلا عمل کردیم سبب شده بقای ما حفظ بشه، یعنی تا الان بتونیم دووم بیاریم. خب پس اگر دوباره این عادت رو تکرار بکنیم، دوباره این بقای ما تضمین میشه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که اگر عادت کردیم که بریم سر یه کاری و کارمون اونجوری که گفتن انجام بدیم، خب این معناش اینه که اگه ماه قبل رفتیم و انجام دادیم و یه حقوقی گرفتیم و با این حقوق زندگی داریم میکنیم، خب پس این ماه هم اگر این کار رو انجام بدیم همونطور، نتیجهش یکیه دیگه، بازم یه حقوقی میگیریم میتونیم به زندگیمون ادامه بدیم. پس میبینیم که یک دلایل مشخصی وجود داره که در کل به نفع ما هستش، یا حداقل احساس میکنیم به نفع ماست، و به این واسطه چیکار میکنیم؟ میریم و عادتها رو تولید و بازتولید میکنیم، حرکت میکنیم بر اساس عادتها. و اصطلاحاً چیزی که عادت شده بهش میگن عادی شده، یعنی تبدیل شده به یه امری که چون انجام شده و چون داره پیوسته انجام میشه، دیگه کنجکاوی رو جلب نمیکنه، توجه رو جلب نمیکنه و برای همه به عنوان یک امر پذیرفته شده است، از جمله برای خود ما که داریم اون کار رو انجام میدیم. لذا دیگه تأکیدی نداریم روی که خب حالا من بیام بشینم فکر کنم ببینم این داستان چجوریه، آیا
خوبه، بده، زشته، زیباست، قابل قبول نیست. نه، چون قبلا کردم و دیگران پذیرفتن پس عادی شده و بنابراین برای من اون امر عادی عادته و تکرارش میکنم. حالا این در زندگی فردی ما نقش بسیار مهمی داره و به قول برخی اکثریت مطلق آدم ها در سراسر کره زمین و در طول تاریخ بر اساس عادت ها عمل کردن و می کنن و زندگیشون بر اساس عادت ها پیش رفته و ساخته شده اصولا. بسیار، اگر عادت ها اینقدر مفیده پس چرا یه سری دیدگاه های منفی در موردش وجود داره؟ چرا یه دی میگن چیزی که به عادت تبدیل بشه انسان رو از پویایی، از تحرک، از آفرینش، خلاقیت میندازه؟ این به خاطر این استش که ما میتونیم نسبت به یک سری پدیده ها عادت بکنیم و بر اساس عادت رفتار بکنیم، در حالی که اون کار رو یا اون پدیده رو اگر قدری تغییر بدیم میتونیم با کیفیت خیلی بهتری داشته باشیم و میتونیم وضعیت بهتری داشته باشیم، سود بیشتری ببریم، منفعت بیشتری حاصل بکنیم. مثلا عرض میکنم یک شرکتی که یا یک کاسبی رو در نظر بگیرید که عادت کرده صبح بره در مغازش باز کنه و جنساش هم اینجوری هست، میشینه اونجا تا 4 مشتری بیان بخرن یه پولی به دست بیاره، با اون پول بره نمیدونم نون و پنیر بخره بیاد خونه و زندگی بکنه و این شده براش عادت و همینطور پیش میره. سطح زندگیش هم در این حده که بتونه نون و پنیر رو انگور بگیره بیاره مثلا نمیدونم یه غذای مختصر مفیدی تهیه بکنه خانواده و بخوره. بسیار، پس این بر اساس عادتش عمل میکنه این فرد کاسب و از اونجایی هم که مسئله براش عادی شده دیگه هر روز این کار رو تکرار میکنه، یا هر روز صبح از خونهش میزنه بیرون میاد در مغازه رو باز میکنه و میشینه و میفروشه و شب هم میبنده میره پولو میده به خانومش یا نمیدونم خودش خرید میکنه میبره و این همینطوری این روند ادامه پیدا کرد. چرا یه دی به این نوع زندگی ها انتقاد میکنن و میگن این عادت اینجوری بده؟ به خاطر اینکه همین آدم مثلا عرض میکنم اگر روزی که میره فردا که میره مغازش به جای اینکه همون کار هر روز رو انجام بده یکی دو تا کار جدیدم بکنه، ویترینش رو تمیز بکنه، عوض بکنه، یه کاغذ کادویی بذاره جلوی ویترینش، نمیدونم دو تا چراغ بذاره و غیر و ذالک، ممکنه بتونه مشتریای بیشتری جلب بکنه، درآمدش بره بالاتر و چون درآمدش رفته بالاتر بتونه چیکار بکنه؟ وضعیت زندگیش هم عوض بکنه. خیلی از چیزهایی که تا دیروز فکرش هم نمیکرد که بتونه داشته باشه تهیه بکنه و به ترتیب کیفیت زندگیش بهتر بشه یا رفاهش و غیره. پس میبینیم که مکانیزم عادت هرچه که باشه و منفعتها و سودهایی که برای ما داره هرچه که باشه یک سری ایرادات هم داره که اگر ما اینطور بپنداریم که زیر سوال بردن اون عادت‌ها میتونه خطرساز باشه یا دردسرساز باشه و اینا نمیریم به دنبالش، سرمون میذاریم پایین، همینطور 20 سال 30 سال 50 سال میریم میایم میریم میایم زندگی میکنیم تا بمیریم. این واقعیت زندگی میلیاردها انسان در طول تاریخ بشریت و اون چیزی که عادت کردن عمل میکنن و هیچ تغییری هم به وجود نمیاد. راضی هم هستن خیلی هاشون برای اینکه فکر میکنن زندگی اینه دیگه. چرا؟ برای اینکه راحتن. راحتن نه به معنی اینکه همه چی دارن خوب زندگی میکنن و اینها. دقت داشته باشیم یه آدم فقیر هم میتونه به فقرش عادت بکنه، صبح بلند شه با هزار بدبختی و بیچارگی توی یه دونه نمیدونم آلونکی داره زندگی میکنه، بچه‌هاش تو خاک دارن لول میخورن، پاشه نمیدونم کاسه گداییشو برداره بیفته تو شهر که پول بگیره از مردم، شب یه نونو بخور نمیری برای خانوادش بیاره. اینم خب عادته دیگه، اینم عادت کرده اینجوری زندگی کنه، 20 سال 30 سال 40 سال ممکنه اینجوری زندگی کنه. یکی دیگه هم ممکنه ببینید
مثلا داره با یه نفری کار میکنه و اون کارفرماش صاحبکارش خیلی بد با این رفتار میکنه، توهین میکنه، اهانت میکنه، کتکش میزنه، حق و حقوقشو نمیده، کم میده، میخوره، اذیتش میکنه، استثمارش میکنه و غیره. اما ببینید 20 سال میره برای همون آدم کار میکنه. چرا؟ چون عادت کرد. پس در این حال که عادت اون خوبی های ابتدایی رو که ذکر کردیم در ظاهر حداقل داره، برای یک آدمی که از بیرون نگاه میکنم میتونه پدیده بسیار غیر قابل قبولی باشه. اما سوال بسیار حساس اینه، آیا این آدمی که در فقر و بیچارگیه، آیا اون آدمی که فقط با گدایی داره 30 سال زندگی میکنه، یه آدمی که 20 سال داره میره با یه کارفرمای زورگوه بددهن کار میکنه، آیا اونا نمیدونن که این بده؟ نمیفهمن که داره بهشون توهین میشه، حق و حقوقشون داره خورده میشه، یا ما میفهمیم و اون نمیفهمه؟ نه، واقعیت اینه که هیچ انسانی، هموطنان عزیز، نیستش که درد و رنج و کمبود و فقر و بیچارگی رو نفهمه. دقت داشته باشیم، هر چیزی که با ذات انسان در تضاد قرار میگیره رو انسان میفهمه، درک میکنه. حالا راجع به این یه بحث مفصلی من بعدن اگر فرصت باشه خواهم داشت، اما در این حد بهتون بگم که هیچ انسانی نیستش که در فقر زندگی بکنه، بدبخت باشه و ندونه این رو به معنی مطلق کلمه و فکر کنه دنیا اینجوری. نه، شما به محض اینکه از خونتون میایید بیرون، نمیدونم 100 تا آدم دیگر میبینید که وضعشون بهتره، از شما سالمترن، از شما نمیدونم سرحالترن، غذای بهتری میخورن، خونه بهتری دارن. بنابراین این ذهن دائم داره پیدا میکنه، مقایسه میکنه و میفهمه طرف. اما چرا با وجود این که میفهمه فرد غارت شده، مستضعف، استثمار شده، تو سری خورده، مورد اهانت قرار گرفته و غیره، چرا علارغم این که میفهمه بازم ادامه میده و یا اینکه هیچ کاری برای تغییر نمیکنه؟ اینجا باز برمیگردیم به بحث اصلی، چون عادت کرد. و گفتیم که آنچه که عادت بهش میکنیم عادی میشه، آنچه که عادی شده یعنی مورد قبول قرار گرفته، یعنی از اون جنبه‌ای که شوک به وجود بیاره، کنجکاوی و واکنش و به اصطلاح مقابله به وجود بیاره، دیگه گذشته، عادی شده. شما ببینید وقتی در گوش یک نفر میزنید، همون لحظه اگر به شما واکنش نشون بده و اونم یه دونه بزنه در گوشتون و خیرتون رو بگیره و اینا، دیگه بار دوم نمیزنید. اما اگر اولی رو زدید و دیدیدش واکنشی به وجود نمیادش، خب بعدن دومی رو هم میزنید، بعدن دهمی رو هم میزنید، هزارمی هم میزنید. چرا؟ برای اینکه این پدیده برای او و برای شما عادی شده. خود اون فردی هم که کشیده رو میخوره، اگر اون لحظه چیزی در وجودش نباشه که بیدارش بکنه و واکنش نشون بده بلافاصله در مقابل شما، یعنی اینکه آمادگی داره برای اینکه دومیش هم بپذیره و دهمیش و ده هزارمیش. پس یه چیزی در درون آدم ها عمل میکنه که باعث میشه فقر و بدبختی و اهانت و غارت و تو سری خوردن رو بپذیرن. اون چیه؟ اون همون مکانیزم عادت که راجبش صحبت کرد. یعنی در ذهن فرد پیش خودش تصور میکنه آقا درسته من میرم با این سابکارمون که میخوام براش کار بکنم، صبح که میرسم سلام میکنم جواب نمیده، نمیدونم به هم فوش میده، حقمو میخوره، نمیدونم تو سرم میزنه، هزار بدبختی سرم میاره، آدم بی خودی، آدم بی همه کسیه، فلان و بیسار این حرفاست. وقتی میگه خب چرا میری براش کار میکنی؟ میگه خب بالاخره باید یه حقوقی داشته باشم دیگه، بالاخره خرج دارم منم. ببینید پیش خودش محاسبه میکنه، سبک سنگین میکنه، میگه از این طرف اهانت و نمیدونم بدرفتاری و غیره و زالک، و از این طرف هم این پول که باید به دست بیارم باهاش زندگیمو بگذرونم، سبک سنگین میکنه. میگه که نه، این پوله رو من خیلی احتیاج دارم، بنابراین اگرم
بدرفتاری کرد با من یا غارتم کرد یا حقمو چاپید یا تو سرم زد یا نمیدونم هر بلای سرم، بالاخره یه پولی به هم میده دیگه، بابت اون پوله میره. پس ببینید برای این فرد تصور اینکه این پوله رو به گونه دیگری میشه به دست آورد و بنابراین من میتونم از این ذلت خودم رو رها بکنم، برم اون رو سعی بکنم برم یه کار دیگه پیدا بکنم یا یه جور دیگه خرجامو در بیارم، اینقدر اون دشواره، سخته، ناممکنه که میگه نه بابا همینجا بمونم، به هر حال یه بدرفتاری با ما میکنه، دو تا لیچاری بارمون میکنه، چهار تا حرف بهمون میزنه اینجوری، ولی خب در عوض یه حقوقی بهمون میده دیگه، آب باریکه ای داره مقول مرد. این عادت هست که داره عمل میکنه و عادت گفتیم که من و شما رو از سخت آزمایی به دور میکنه، یعنی اینکه بریم یه چیز سختتری رو آزمایش بکنیم، امتحان بکنیم، تجربه بکنیم. دائم میگه نه 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 خیلی سخته، مشکل، همینجا باش تو سریعه رو بخور ولی کارتو انجام بده. این مکانیزم در اعتیاد هم عمل میکنه، در افراد معتاد به اصطلاح مکانیزم اعتیاد و عادت یکی، هیچ فرقی نمیکنه. فرقش اینه که اعتیاد فقط یه چیزیه که عمومیت نداره در جامعه، در حالی که عادت عمومیت داره، همه میکنن. حالا اعتیاد یه عده خاصی میکنن، میرن دنبالش، اما پدیده همون پدیده است. فرد معتاد چرا جرأت نمیکنه که نکشه؟ برای اینکه اون تصویری که از فشارهای روحی و جسمی ناشی از نکشیدن داره انقدر وحشتناکه که میگه نه نه من پناه ببرم، برم توی این مواد لااقل نشه میکنم، نمیفهمم دنیا دست کیه، که میرم به عالم هپروت و اونجا عالم خوبیه، برای اینکه فقر و بدبختی و بیچارگی و نمیدونم نابسامانی خانواده و چی و اینها رو دیگه نمیبینم و لذا راحتم. پس جرأت نمیکنه اصلا بیاد سراغ واقعیت ها با ترک اعتیاد خودش. عادت هم همینه، اینقدر کار فکر کردن، اندیشیدن، راه پیدا کردن، به چالش طلبیدن و غیره سخته که طرف میگه آقا بذار من در همین زندگی عادی خودم بمونم دیگه. و این مسئله عادت به طوری قویه در درون انسان که میاد میره در ذهن، یک مکانیزم دفاعی به وجود میاره. یعنی من شما وقتی در مقابل پدیده های قرار میگیریم که عادت های ما رو بخوان زیر سوال ببرن یا اجرای آنچه که برای ما عادی شده، عادت شده رو با اشکال مواجه میکنن، اصلا به هم میریزیم. مثل آدمی که 20 سال عادت کرده وقتی که صبح بلند میشه خانومش سفره بندازه و نون و پنیر و چایی و غیر و زالک بذاره جلوش، 20 سال هر روز صبح همین بوده بود. یه روز که خانومش مریضه یا مسافرته یا به هر دلیلی نمیتونه این کار انجام میده، آقا به هم میریزه، اصلا روزش خرابه دیگه. چرا؟ چون عادته به هم ریخته. به همین ترتیب کسی که هر روز داره از یه راه میره فقط سر کار رو میاد، روزی که اون راه بسته اصلا گیجه چیکار بکنه، از کدوم راه بره، این ور برم اون ور برم چیکار بکنم. و برای همینه که یه دهی هستن که مثلا 20 سال 25 سال یه جایی دارن کار میکنن، حالا به هر دلیلی که اون محل دیگه نمیتونه اینا رو نگه داره و اخراجشون میکنه یا اصلا میبنده تعطیل میشه. در بعضی از کشورها یا در حتی ایران هم هست، طرف میره خودکشی میکنه. آدمایی هستن که وقتی بازنشسته میشن میمیرن چند ماه بعد از بازنشستگی، اینقدر عادت کرده 30 سال 35 سال صبح بلند شه بره اونجا با دوستاش کار بکنه فلان کنه، عصری برگرده غذا بخوره جلوی تلویزیون بخوابه، دوباره 5 سال 10 سال 15 سال 30 سال 35 سال
بعد از 35 سالش میگن خب خیلی ممنون این همه کار کردی، حالا دیگه برو خونه بشین استراحت کن، حقوق بازنشستگی بگیر. طرف میگه ای من خب نمیتونم که، صبح من بلند شم چیکار کنم فردا؟ دیوونه میشه، زندگیش به هم میریزه، دچار جنون میشه و بعضیا دق میکنن میمیرن. میبینید اینقدر در انسان مکانیزم هایی که عادت به وجود میاره و ما رو هل میده به سمت به اصطلاح برای خودمون یه زندگی روتین، اصطلاحا یه زندگی تکراری روزمره ساختن درست میکنه، اینقدر ترکش سخت دشوار. و بنابراین من و شما زمانی که بچه هستیم و هنوز متوجه نیستیم که این مکانیزم ها داره چجوری عمل میکنه، تا به خودمون میایم میرسیم به سن 12 15 20 سالگی، میبینیم ای کلی از این عادت ها اومده و در درون ما مستقر شده. مثلا کی این اتفاق افتاد؟ کی من یاد گرفتم اینجوری صحبت بکنم، با این روش حرف بزنم، از این کلمات استفاده بکنم، این حرکات رو داشته باشم، این افکار رو داشته باشم؟ اصلا نمیدونیم. برای اینکه فراموش نکنید بخش مهمی از مکانیزم های ناخودآگاه و بخش مکانیزم های عادت به صورت ناخودآگاه عمل میکنه، یعنی متوجه نیستیم که کی داره این عادت در ما سوار میشه، مستقر میشه. شما حتی نگاه بکنید ببینید آدم ها در نوع راه رفتنشون، حرف زدنشون، نشستنشون، غذا خوردنشون، هر کدوم یه روش خاص خودشون رو دارن و اینا همش عادت دیگه. ولی اگر یه لحظه فکر بکنه من کی یاد گرفتم اینجوری را برم، اینجوری بخندم، اینجوری نمیدونم حرف بزنم، اینجوری غذا بخورم، خیلی از اون وقایع و رویدادهایی که سبب شکل‌گیری این رفتارها در ما شده رو اصلا پیدا نمی‌کنیم. نمی‌دونیم کی بوده، چی بوده، کجا بوده، ولی به وجود اومده، شکل گرفته، مستقر شده در ذهن ما، درونی شده و داره عمل میکنه. و اصلا مجموعه این عادت هاست که کاراکتر ما رو تشکیل میده، شخصیت ما رو تشکیل میده. حالا تصورش رو بکنید که این عادت ها درش، در بینش کلی یا چند تایی حداقل بگیم نخواهیم اغراق کرده باشیم، عادتهای بد وجود داشته باشه. عادت بد یعنی چی؟ یعنی عادتی که بر اساس نرمهایی که یا عقلانیه، دقت داشته باشید، یعنی نرمهایی که بر اساس عقل و خرد میشه مورد قضاوت قرار داد، یعنی هر انسانی مورد قضاوت قرار بده اینو زیر سوال میبره. اگر میخواید بدونید عقل و خرد در اینجا وقتی میگیم منظورمون چیه، منظورمون اون چیزیه که اکثریت مطلق آدم ها، چه هندی، چه چینی، چه ایرانی، بیان بشینن این رفتار شما رو بررسی بکنن، میگن این غلط، این کار درست نیستش. مثلا تصور بکنید یه نفری عادت بکنه که نمیدونم یه چیزی رو که معمولا با چنگال خیلی راحت میشه خوردش با قاشق بخوره مثلا. خب شما هر کی اینو ببینیم میگه آقا خب چنگال که بهتره، میگه من عادت دارم با قاشق بخورم. یه سری چیزا هست اینجوریه، یعنی بر اساس عقل و خرد و منطق غلطه یه سری عادت ها. یه سری هم هست بر اساس نرم های حاکم بر یه جامعه به خصوص غلطه، نه الزاما به معنی این باشه که منطقا غلط باشه. مثلا بنابراین مثلا عرض میکنم کسی که به دیگران سلام نمیکنه وقتی دیگران رو میبینه، خب این یا مثلا به بزرگتر سلام نمیکنه یا به کوچکتر سلام نمیکنه، یه چیزی شبیه به این. این جزء آداب و سنن جامعه است، جزء ارزش های جامعه هستش. جامعه بخصوص ممکنه برید یه جای دیگه این رفتار رو داشته باشید، کسی تعجبی نکنه یا مهم نباشه زیاد براش، اما در اون جامعه که شما زندگی میکنید این عادت رو به عنوان عادت بد میگن. آقا چرا اینجوری میکنی؟ باز سلام بد بکنی یا فلان کنی؟ یا نه آقا چرا اینجوری نشستی؟ باید اینجوری بشینی؟ اینجا معمولا اینجوری میشینن، یا یکی از در میاد بلند میشن، مثلا چیزای شبیه به این که
عرف و آداب و سنت اون جامعه است. بنابراین مکانیزم‌های عادت رو گفتیم، رسوندیم بحث رو به اینجایی که یک سری عادات هستش که میتونه غلط باشه و بحث رو در جلسه بعد در این مورد ادامه خواهیم داد، چون وقت ما تمام هست و این جنبه فردی بحث عادت رو تموم خواهیم کرد و بعد میریم جنبه های فرافردی اون رو با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. تشکر می‌کنم.